السلام <سؤال> عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از يا یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلواتی سرداری بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خب در خدمت آیات شریفه 130 تا 134 سوره بقره بودیم که آیه آخر باقی مانده بود که در خدمتش بودیم آیه آخر عبارت بود از این که بعد از این که جریان ابراهیم خلیل رو و اون تقاضاهای عظیم ابراهیمی رو در تسلیم مطلق به رب العالمین تقاضا کرده بود و بعد وصیت کرده بود ابراهیم فرزندانش رو به این که در حین موت حتما مسلم از دنیا برند که کنایه از این بود که در سر تا سر عمر در حقیقت حالتشون حالت تسلیم باشن تا حین موت هم حتما حالت تسلیم مطلق براشون محقق باشد بعد خلاصه در آیه آخر میفرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون اما کانو یعملون این آیه شریفه هرچند اینجا اون بحث اساسیش رو مرحوم علامه منعقد نکردند و قرارم نیست ایشالا اون بحث اصلی رو اینجا بطرح بکنیم به طبعه مرحوم علامه که مطرح نفرمودند از یک حقیقت عظیمی حکایت میکند که امتها اجتماعاتی که بر حول یک حقیقت واحدهی جمع میشند اینها یک روح واحد و حیات واحدی دارند قواعد و قوانینی دارند اجتماعات اعتباری نیست به گونه ای که یک امتی که در کنار هم در کنار یک امامی جمع میشن و یک هدف واحدی رو دارند به این گونه باشد مثل یک اسکر و اجتماعی که کنار هم جمع شدن و هدف خاصی به عنوان اون حیات اون جمع در کار نباشد بلکه جمع شدنشون مثل جمع شدن یک مش آرد کنار هم دیگه باشد قطعا اینجوری نیست یک امت حتما در حقیقت ایشون ثابت میکنه بعدا که قواعد خاصی دارد حیات خاصی دارد روح خاصی دارد لذا در حقیقت از جمله قواعدی که ذکر میفرمایند اینجا که اشاره میکنن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت قد خلت این امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتون این امت گذشته و زمانش سپری شده و الان موجود نیست و در حقیقت لها ما کسبت برای اون امت آنچه که کسب کرده بودن محفوظ است لها ما کسبت برای اون امت پس معلوم میشه که حیثیت اجتماعی و حیثیت امت ها همچنان که لکل امت اجل برای هر امتی اجلی در کار است در قرآن میفرماید شاید اگر اشتباه نکنم زیل همین آیه ایشون این بحث رو منعقد کنه که لکل امت اجلون برای هر امتی عجلی است که از اون اجل لا یستاخرون ولا یستقدمون که از اون اجل نه تقدم و نه تاخری صورت نمیگیرد از اون اجل لذا اوج و حزیز امت ها قواعدی دارد حیاتی دارد قوانینی دارد و اینها رو در قرآن به رسمیت شناخته برای این حیات اجتماعی در ضمن این حیات اجتماعی برای انسان حیاتی قائل شده که در, در اون به حیات فردیش اون حقیقت رو جدا دونسته لذا یه حیات فردی انسان داره یه حیات اجتماعی هر کدام از اینها در رشد انسان در کمال انسان در حقیقت انسان تأثیر دارند و به عنوان یکی از حقایق وجودی انسانن یعنی چه حیات فردیه چه حیات اجتماعیه لذا حیات اجتماعی جزء حیات انسانه این جور نیستش که انسان فقط ناچار به بحث اجتماع باشد بلکه حیات اجتماعی و بودن در اجتماع با این نگاه میشه خودش جزء شؤونات انسان که البته حالا این صدر و زیلش و این که چطور میشه انسان لقد جئتمونا فراداست فرد به سوی خدای تعالی برمیگردد با اینکه در اینجا حیات اجتماعی یکی از ارکان وجودیشه اینها وقت بیانش اونجا اشاره تو بحث خودش خواهد آمد جمع بین این دو چه جور امکان پذیره لذا در این آیه شریفه فقط یکی از فروع اون مسئله است که قد خلت لکل امت، تلک امه قد خلت اونی که ابراهیم و امت ابراهیم در حقیقت و اون فرزندان ابراهیم تلک امتون قد خلت اینها امت هایی بودند که گذشتن یهودی ها نیان اینها رو بچسبونن به خودشون بگن آبا و اجداد ما چون در حقیقت این گونه بودند فداکاری کردن برای ما و گناهان ما بخشیده میشه و بخشوده است چون اجداد و نیاکان ما چی بودند اجداد و نیاکان ما آدم های خوبی بودند صالح بودند امت های خوبی بودند خدای تعالی میفرماید نه این گونه نیست که اعمال امتی رو برای امت دیگه بنویسن هر, هر چند این امت مرتبط باشد از جهت اینکه اینها نوادگان اونها باشند اما تلکه امتون قد خلت اونها گذشته و اون چه که کسب کردن لها ما کسبت هر چه کسب کردن برای اونهاست و لکم ما کسبتم و شمایی که امروز هستید کسب شما برای شماست کسب اونها رو به پای شما نمی نویسند و کسب شما رو به پای اونها نمی نویسند به لحاظ عادی و در قد نگاه اولی اما اگر اونها در کسب اینها دخیل باشند به گونه ای که قواعد و سننی رو پای گذاری کرده باشند که این حقایق صالح و خیرات نتیجه و سمره چی باشه؟ آبا و اجداد باشد چنانچه در آبا و اجداد ما اگر سنت های حسنی رو پایگذاری کرده باشن و ما عمل کنیم به اون سنت های حسنه قطعا چی هستش؟ هم برای ماست سلکم ما کسبتم درسته؟ هم برای اونهاست در حقیقت اون چی که ما کسب میکنیم چرا؟ چون تأثیر وجودی اونهاست اما اینکه دو طایفه یه طایفه صالح باشن یه, یه طایفه ناساله بعد این ناساله ها بگن اون صالح رو برای ما می چون اینا آبا و اجداد ما بودن ربطی بین این دو نیست اگر امتی ربطی بینشون ایجاد شد دو امت این دو امت در این ربط یک امت هن. این دو امت در این ربط یک امت هن. هرچند ممکنه دسته از اینها هزار سال پیش زندگی بکنن و دستهشون امروز ولی اگر دو دسته ای در کنار هم زندگی بکنن توی یه زمان هم زندگی بکنن ربطی هم به هم دیگه نداشته باشن در اینی که شرایط اجتماعی رو رعایت کرده باشن ولی هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن لکم ما کسبتم و لها ما کسبت برای اون امت آن است که اونها کسب کردن و برای شما اون نیست که شما کسب کردید تونستم ارزو برسونم پس زمان فقط حائل نیست اینکه اینجا میفرماد قد خلت که گذشته است سپری شده و اونها دیگه در کار اون عدم رابطه است فقط مرور زمان نیست قد خلت البته ظهور اولیش به خاطر اینکه مخاطب یهوده و میخواستن خلاصه بچسبونند آبا و اجداد خودشون رو به خودشون ظهور اولیش در نبود زمانی و عدم ارتباط زمانی است اما این قاعده عظیمی که در اینجا القا میکند قاعده منحصر به زمان نیست ممکنه دو فرد دو امتی در یک زمان از یک طایفه باشند درسته اینها ربطی به همدیگه نداشته باشن لکم ما کسبتون باشه و لهم ما کسب مثلا ما در حقیقت کسبو باشه برای اونها اونچه که اونها کسب کردن و برای شما اونی که شما کسب کردید و ممکن است یه امتی گذشته باشد هزاران سال فاصله باشد و دسته ایشون امروز باشن ولی چون اعمال اونها و سنت های اونها در امروز پایدار است این در حقیقت ای امت واحده باشد این امت امت واحده باشد چنانچه اسلام یه امت واحده است و 1400 سال پیشی شده آغاز شده و امروز هم ادامه داره الا یوم القیامه هر قدر هم طول بکشه یه امت واحده است چون پای گذار این مسئله و ارتباط محفوظه عرضم عرض تونستم نمیدونم با این قاعده که در اینجا به صورت خیلی اجمالی ازش خواستیم عبور بکنیم که زمان فقط حائل نیست بله کردم دیگه اگر امتی رابطهش رو قطع بکنن از بقیه ادهشون نه اون فردی اون نگاه فردی جداست که برای هر کسی اون چیزی که کسب کرده درسته او یه قاعده دیگری است که هر فردی اون چیزی که کرده. اما تو نظام اجتماعی و ارتباطیشون که ارتباط دارن تو این نظام با هم یعنی تو نظام اجتماعی ارتباطی داریم افراد رو میبینیم الان یه موقع از فرد و تو نظام فردی میگه لا تزار و وزرا وزر اخرى هیچ کسی سنگینی بار دیگری را حمله میکند درسته؟ و هر کسی ان سعیه و صوفیه را سعی خودش رو خواهد دید درست لا یکلف و نفسن الا وسعه و خودش هم در حقیقت اون عمل خودش رو خواهد دید کل نفسن در حقیقت این است که جزای عمل خودش رو خواهد دید این تو نظام فردی قطعی قواعد اونجا اما تو نظام اجتماعی قواعدی دارد که اون قواعد اجتماعی اجتماع رو مرتبط میکند با همدیگه لذا یک حقایق وجودی دارن این اجتماع حیات این اجتماع است اینکه این اجتماع در قبال همدیگه مسئولیت دارند باید ناظر به همدیگه باشند توی چه توی زمان چه تو زمانهای مختلفی ولی یه امت باشن لذا حفظ کیان امت اسلامی و اون سیطره و سلطه و اون حالت هیمنه در نظام اسلامی و امت اسلامی بر هر فرد مسلمان واجب است یعنی همه باید حافظ این چی باشن این کیان باشند اگر کسی بگه به من ربطی نداره من میخوام خودم رو حفظ بکنم این ضرر زده به اون کیان به همین نسبت چی هستش به همین نسبت از مزایاش محرومه که در حقیقت اون چی که شامل امت میشه و حیات امت میشه شامل حال این نمیشه چون خودش رو منقطع کرده و همچنین در مزار شریک چون این صدمه زد در حقیقت با عدم ورودش پس در مزار شریک چون خودش رو منعزل کرد و در فوائدش شریک نیست چرا چون خودش رو انعزال ایجاد اختیارا منعزل کرده و کنار کشیده بود هر فایده ای هست از این به ولی هر ضرری هست این شریکه چون این میتونست با شراکتش به همین مقدار جلوی این ضرر رو بگیره نه نمیتونیم بگیم اما از اون حیثی که تاثیر و تاثر دارند اینا یه امت میشه لذا وقتی که امر میشه به نبی ختمی که بر امت ابراهیم باشید یا میفرماید فب خدا هم اقتده به هدایت انبیا اقتدا بکنید این رابطه است این وحدته لذا بین انبیا یک وحدته یک رابطه وحدت اما امت هایی که خودشون رو هر کدام انانیتی و منیتی برای خودشون شمردند و خودشون رو خواستن به این در حقیقت بدون اون رابطه حقیقیه توی رابطه اعتباری فقط قرار بدن این راه وحدت و رابطه نیست به صرف اینکه اونها نیاکان ما هستن به صرف اینکه اونا چی هستن نیاکان ما هستن رابطه برقرار نمیشه با چی رابطه برقرار میشه با رابطه های وجودی با رابطه های علمی با رابطه های عملی با این رابطه ها رابطه برقرار میشه صرف این که از جهت ژنتیکی اینها دیگه به هم مرتبطن بین یک پدر و پسر هم چی هستش انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح بین پدر و پسر هم این رابطه خدای تعالی نف کرده چه برسه به اینکه زمان های هم فاصله باشد و این دو امت ربطی به هم دیگه از جهت وجودی نداشته باشند لذا اینو میخواد بگه که به اینکه گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل از فضل پدر بر فرضی که ابراهیم جزو نیاکان شما باشن شما از ابراهیم چه بهره بردید چقدر تابع بودید این میتونه در حقیقت رابطه ایجاد بکنه اما اگر این نبود رابطه بین امت ابراهیم و امت در حقیقت یهود در زمان پیغمبر نیست و اینها گسستن قد خلط لها ما کسبت و لکم ما کسبتم عمل هر امتی به پای خودشه بله اگر امتی تونست اینقدر سعه پیدا کند که در فرازمان بگنجد البته در حقیقت این امت مزایا شامل همه افرادش میشه و اون حقایق شامل همه افرادش میشه که داخل در این امت هن و خودشون تو این امت تعریف کردن لذا هر قدر امتی فراتر بره اهدافش و نگاهش اجتماعی تر باشد و فراتر باشد و اون عمق اهدافش قوی تر باشد قطعا اعمالی که هر کسی در این امت انجام میده عظیم تره لذا اگر ما جامعه توحیدی رو منتظریم که در اون همه افراد انسانی به اون کمال توحید میرسند اگر یه همچنین هدفی در نگاه و افق و چشمنداز ماست و خودمون رو داریم برای اون آماده میکنیم هر عملی که تو این امت انجام میشه چه کسی باشد که به اون جامعه برسد چه کسی باشد که به اون جامعه نرسد منتظر باشد ولی درسته این منتظر و این کسی که همچین هدفی دارد هر عملش توانش اینه چون یه همچین اجتماع و همچین در حقیقت میخواد که همه افراد بشر چی باشن در این افق قرار بگیرن چقدر این عظیمه یعنی اعمال صالح ما خیلی در حقیقت پیوسته و عظیمه و افق نگاه ما خیلی عظیمه این در حقیقت امت خیلی گسترده میشه بله ارز کردم دیگه یعنی اگر امتی وظایف اجتماعیشون رو رعایت بکنن یعنی نگه به من چه ربطی داره امر معروف و نهی از منکر از جمله قواعد نظام اجتماعیه بله دیگه از جمله قواعد نظ... نظام حیات نظام اجتماعیه که اگر این رو رعایت نکنن این خودشو گسسته کرده میگه به من ر... چه ربطی داره مثل کسی منه که خودش رفته توی کوهی داخل در شهره اما مثل کسی است که داخ... رفته توی کوهی گفته من میخوام از همه چی بشم کناره بگیرم این از حیات اجتماعی از مزایاش بی و همچنین از مزارش بهرمنده چرا؟ چون مزارش این است که این تأثیر نگذاشت تا جلو اینا رو بگیره به همون مقداری که میتونست جلو بگیره و نگرفت از مزار اینها بهرهمنده ضررها رو بهرمنده اما از مزایاش بهرهمند نیست با اینکه داخل در اینها بوده در داخل در اینها داره. ولی میگه به من ربطی نداره عیسی به دین خود موسی به دین خود ما چرا دخالت بکنیم پس این در حقیقت چی هستش حیات اجتماعی که ان تو بحث مفصل حیات اجتماعی این بحث خواهد آمد و خیلی بحث مهمیه تنها دینی که نگاه اجتماعی قوی داشته به فرمایش علامه که نگاه اجتماعی قوی داشته نه نگاه اجتماعی چون انبیا ان دیگه هم نگاه اجتماعی داشتن اما تنها دینی که دستوراتش کاملا اجتماعیه و روی این مسئله بسیار تاکید کرده و حیات اجتماعی اونم به لحاظ اهدافی که میخواد پیاده بکنه دین اسلامه که هیچ کدوم از ادیان دیگه مثل دین عیسی علیه السلام مثل دین موسی علیه السلام با اینکه قواعد زندگی و حیات اجتماعی رو دارن اما تاکید اصلیشون و اون در حقیقت اون عمق کارشون بر این قرار نگرفته ایشون ادعاشون اینه در جاهای دیگه هم میاره که تو بین ادیان و حتی در غیر ادیان مکاتب گذشته هر چی که نگاه بشه تو مکاتب گذشته اون چی که بر نظام اجتماعی این گونه تاکید کرده باشه ادعای بزرگی دیگه ایشون میکنه میگه اسلامه که یه همچین ادعای به این بزرگی رو کرده و پاشوایی ساده و قواعد براش تعریف کرده حالا ان سر جای خودش اون هم خواهد آمد لذا این تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون اما کانو یعملون شما سوال نمیشید از اون چه که اونها عمل کردن همچنان که اونها سوال نمیشن از اون چه که شما عمل کردید هر امتی جوابگو و پاسخگوی کار فعل خودش باید باشه البته اگر امتی باید سنت های حسنی رو پای گذاری میکرد برای اینکه نسل بعدی از او بهرمند باشند و این کارو نکرد البته سوال میشه که چرا این کارو نکردی تا اونها در حقیقت به زلالت افتادن یا به هدایت تام نیفتادن این رابطه محفوظه یعنی اینجوریه که بگی که پس هر زمانی فقط از خود اون اهل زمان سوال میشه نه امت واحده که باید باشه هر جا کوتاهی شده باشه این عمل اوست و از اون عمل کوتاهی شده سوال میشه جا. اشکالی ندارد بله بله نه محسوب میشه اما به شرطی که درون یک حقیقتی قرار گرفته با اینکه خودش مطلع نیست اما قالب اون حقیقت اجتماعیه این در حقیقت البته نازل تر از اون کسی است که توجه دارد یعنی من تو درون اسلام قرار گرفتم یه نوجوان یه جوان تو درون قاعده اسلامی قرار گرفته داره تکالیفش انجام میده به نماز جماعت هم حاضر میشه مثلا عرض میکنم حجش هم میره قواعد داره اما اینجوری که اصلا تفصیلا بدونه که این نگاه چقدر نگاه اجتماعی عظیمه و این حقایق چقدر به نظام اجتماعی مرتبطه علم تفصیلی به اینها نداره اما داره عبودیتش و مطابق آنچه که میدانسته داره عمل میکنه کوتاهی هم نکرده او از این حقایق بهرمنده البته کسی که مطلعه عمق حرکتش خیلی متفاوت میشه روح حرکتش خیلی متفاوت میشه بله حالا نخواستیم وارد افضل الاعمال انتظار الفرج بشه اما عرض کردیم که این که ما نگاه داریم به این که به صلاح ان الارضیه رس و عبادی و در اونجا حقیقت توحیدی فراگیر میشه این عمق نگاه باعث میشه عمل من هر عملیم تو این رابطه تعریف میشه هر عمل من با دارم زمین سازی او رو میکنم با هر عملم دارم چکار میکنم یعنی قاعد سازی برای او دارم میکنم هر عملم عمق در قد وجودیش تا اون مرتبه است که دارم با این هدف که میخوام زمین ساز او باشم مهیا بکنم او رو آماده بشم برای او خودم رو و جامعه رو آماده بکنم داره با اون عمق غیر کسی است که به تکالیف فردیش داره بی پردازه تا انجام بده فقط درسته؟ لذا ما همه به فرج معتقدیم به صورت تفصیلی یا اجمالی و داریم اعمالمون رو به عنوان این که میخوایم یه روزی او ظاهر بشود و ظهور بکند و هجاب برداشته بشه و ما در حقیقت برسیم به محضر اون بزرگوار و جامعه توحیدی بشود همه داریم این اهداف و این به تفصیل یا اجمالش لذا اعمال ما این امقا دارد این در حقیقت آیه آخری بود که در این دسته از آیات مطرح شد و در ضمن این بحث به یک بحث روایی در انتهای این بحث می رسیم که البته دو تا جمله دیگه باقی مونده بود اونا نکته هاش گفته شده دوستان خودشون تطبیق میکنن بحث روایی در خلاص بحث روایی دو تا روایت اول رو که مطرح میکند از امام صادق علیه السلام فرمودن که ایمان از اسلام به منزله کعبه است کعبت الحرام است من الحرم چنانچه مثلا حدودا حرم رو مثلا میگن 500 کیلومتر مربع است درست حدودا 500 کیلومتر مربع باشه کعبه البته یک فضای کوچکی است در بین این اما ایمان نسبت به اسلام حقیقتش مثل کعبه است نسبت به حرم چطور دایره اسلام وسیع ولی اون مرکزش و اون قلبش میشه چی؟ کعبه در دایره ایمان و اسلام این است که اسلام هیتش وسیع اما ایمان که باور به اون حقایق بود درست همون ایمان مرتبه اول او در حقیقت نسبتش مثل کعبه است نسبت به اون حرم این نسبت رو حضرت بیان فرمودن در روایت بعد فرمودن که اسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله است که بهی در حقیقت چی دما محقون میشه حقنت دما و علیه جرت المناکه و علی و علا ظاهرهی جماعت الناسه و ایمان چی هستش الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام ایمان باهاش در حقیقت محقون بودن دما و جواز این که نکاح صورت بگیره بین زن و مرد مسلمان و اینها و میراس و این هاست اما ایمان هدایت و تثبیت قلب است از صفت اسلام بعد میفرماید که مضمون این روایات که ایمان و اسلام مرتبه اولا هستن روایات زیادی وارد شده بعد از جمله روایت دیگری رو نقل میکند و فیه عن البرقی أن علي عليه السلام قال الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين وفيه ان كاهر ان الصادق لو ان قوم عبد الله وحده لا شريك له واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وحج البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء سنه الله او سنه رسول الله الا سنه بخلاف الذي اگر در حقیقت همه اینها رو انجام دادن حج و روزه و نماز و زکات و همه اینا رو اما وقتی که یه حقیقتی رو میبینن که فعل الهی یا فعل رسول خداست در حقیقت حکم الهی یا حکم رسول خداست بگن تو دلشون یا اظهار بکنن که نمیشد غیر از این انجام بدن جوری دیگری بیان بکنن میگه اگر این رو گفتن او وجد زالکه فی قلوبهم لکان و بزالک مشرکین البته لکان و مشرکین مشرکه از کدام مرتبه از مرتبه دوم و سوم ایمان و اسلام و الا نسبت به مرتبه اول مسلمان و مؤمن خطاب میشه به اینها که اینها همون جو بود که فلا و رب لا یو که حتی چی؟ حتی در حقیقت لا یجدو فی انفسهم حتی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما و یسلمو تسلیمو که مرتبه سوم بود این مربوط به اون مرتبه بعد در روا اقول و الحدیثان یوشیران شیران المرتبت سالست من الاسلام و ایمان این دو تا حدیث آخر و فل این روایت رو من همه تند که میخواستم بخونم برسم به این روایت این روایت رو بخونیم که حالا وقت خیلیش گذشته و مقدار خیلی کمیش باقی مونده حواسم هست که خیلی کمه ولی حالا شروع میکنیم این روایت شریف که از اون روایات عظیمی است که تحفه های در حقیقت معراجیه نبی ختمی است که برای ما باقی مانده و کتاب ارشاد دیلمی این رو نقل کرده و سندم دو سند دارد در بهارم آمده و فل بهار ان ارشاد دیلمی این روایت شریف از اون روایاتی است که اهل مراقبه و همچنین اهل سلوک به خصوص در مسلک مرحوم آخوند مولا حسین قلی حمدانی جزو کتب در روایات درسی شونه یعنی این روایات رو به صورت درسی میخوندن و تعمق میکردن و عمل میکردن و مراقبات هر مرتبه ایش رو ملازمه به رعایت بودند که انجام بدن مرحوم آقای پهلوانی هم کتاب شریفی رو به نام سر الاسرا فی شرح حدیث المعراج نوشتن که در خلاصه دو جلد مفصلی چاپ شده روش به نوشتنشونم خیلی زیباست اول زیل هر فرازی رو که میارن آیات مربوط به اون فراز رو میارن یعنی یه بحث موضوعی بسیار جالبم برای دوستان میتونه باشه برای خودشون رجوعشون و بعد اگر در حقیقت خواستن تو تبلیغ هم استفاده بکنن زیل هر موضوعی که ذکر میشه در این حدیث معراج فراز فراز کرده و هر فرازی رو قطعه قطعه کرده قطعات این رو میاره آیات مرتبط با او رو به خصوص آیاتی که خیلی نظام توحیدی قوی توش هست رو ایشون به خصوص تو این مسئله نظر داشته و بعد روایات مسئله رو میاره که اونم روایات بسیار در حقیقت غرر روایات رو گلچین کرده در این مسئله جمع کرده و بعد از اون روایات اگر جایی عدیه ای تو این مسئله باشه ادعیه رو میاره و بعد گاهی نکات جمع بین این مسئله رو روایات و آیات رو یا خود فراز رو به صورت اقولو در انتها یه قواعد مهمی رو چکار میکنن به صورت خیلی مختصر ذکر میکنن که این کتاب رو به صورت درسی میخوندن این کتاب رو هم به صورت درسی خود ایشون برای شاگرداشون میفرمودن و حدیث معراج هم که این روایاتی که اینشون آورده شارح اونه این رو خلاصه در خود نظام تدریسی مرحوم علامه و قبل از مرحوم علامه جزو چی بوده متون درسی برای کسانی بوده که میخواستن طریق توحیدی رو به صورت سیر و سلوک خاص داشته باشن از جمله اونها همین بوده چون ارشاد دیلمی رو میخوندن به خصوص این حدیث شریفی رو که به صورت حدیث معراجی وارد شده و فل بهار ان ارشاد مون تا اون چی که مرحوم علامه در اینجا آورده صدر و زیل این روایت رو تقطی کرده مرحوم علامه قسمتیش رو آورده و این قسمت رو که آورده به صورت وارد شده در روایات نیست اون چی که به عنوان روایت معراجی آمده اونی که به صورت صدر رو در زیله و اونی که به صورت زیل رو در صدره لذا اگر خواستید این روایت رو تطبیق بکنید چه در بهار چه در خلاص ارشاد دیلمی چه در همین کتاب سر رول که در جلد یکش مفصل کاملش آورده و بعد تو زمین دو جلد تقطیه کرده و فراز و راز شرح کرده رجوع بکنید یه موقعی مشکل براتون پیش نیاد از جهتی که فکر نه این تقطیس که مرحوم علامه کرده در فراز اولش اوورده که و هو من احادیث المعراج و فیه قال الله عز و جل قال الله سبحانه یا احمد حل تدری این ساعت چند خب پس یه وقت داریم من فکر کردم دوازده شده ترسیدم گفتم من خیلی تون تون خوندم که به این روایت برسم پس معلوم شد وقت داریم پس خیلی خلاصه نترسم. میشه انشالله این روایت رو میتونیم تو یه رب انشالله ان... به خدمتش باشیم من تا قرار بر این نداریم که این روایت رو در اینجا بیان بکنیم چون این روایت بیانش اقلش میشه اون دو جلدی که در اون کتاب شریف آمده اما به نکاتیش فقط از باب این که توجه بکنیم روایت خیلی عمیقه اگر شد ایشالا تذکر میدیم یا احمد هل تدری این روایت تمامش به این گونه است خطاب خدای تا تعالی است. متکلم خداست مخاطب کی هستش پیغمبر اکرم و هیچ حاجب و واسطی هم بین در حقیقت خدای تا تعالی و پیغمبر در اینها نیست اینا حدیث قدسی است لذا چون حدیث قدسی است هیچ در حقیقت حاجبی نیست که انهو مانند وحیه هر چند قرآن نیست که انهو مانند وحیه هر چند قرآن نیست چون ممکنه الفاظش در نقل و در حقیقت راویان چی شده باشه گاهی ممکنه به افتادگی پیدا کرده باشه گاهی ممکنه تغییر پیدا کرده باشه اما مثل قرآن نیستش که همه الفاظ و همه آنچه که اومده تمامش محفوظه ولی مطلب و محتوا مخاطب در حقیقت پیغمبر اکرم قابلیت تام گوینده هم چی؟ خدای توقعات آلا فائلیت تام وقت در حقیقت خطاب هم در وقت چی؟ معراج نبی ختمی و در اون اوج در حقیقت وجودی نبی ختمی است در اوج وجودی نبی ختمی است یعنی اون اوج مراقب است که به حضور و محضر و اون مرتبه خاص در حقیقت معراج رسیده و خطاب تو اون موتن داره محقق میشه لذا همه اینها دلالت بر شرافت ویژه و اینکه این باید خیلی توجه کرد میکنه که جزو اون افقهای نهایی وجودیه یا احمد هل تدری ایو ایشن احنا و ایت و ابقا آیا میدانی که کدام زندگی حنی است و کدام حیات باقی تر است ایش ای ایو ایشن احنا و ایت و حیات ابقا آیا توجه داری میدانی قال اللهم لا قال اما العيش الحني عيش در زندگی در نگاه خدای تبارک تعالی و تو اون رابطه قطعا ذهن دیگه منصرف نمیشه به عیش به چی عیش حنی که خدا داره میفرماید به پیغمبر در اون اوج در حقیقت مقام پیغمبر اکرم ایش یعنی نخود و کشمش و عدس و پیاز و سیر و اینها دیگه قطعا نیست آب یخ و خلاصه نمیدونم اینها نیست دیگه در اونجا اونجا در حقیقت عیش حنی ایشحنی با مقام باید قرینه مقامیه در حنی معنای خودش رو اثرگذاری میکند که معنا چی باشه اللهم لا قال اما العيش الحنی فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذکری ولا ينسى نعمتي حنی اون است که در عین بهرمندی نسیان آور نیست و قفلت آور نیست یعنی وقتی عیش هنی محقق میشه عیش هنی یک رابطه است که میتونه هین خوردن محقق باشد میشه هین نماز محقق باشد دقت میکنید حالت ذکر باشد حالت در حقیقت خوردن باشد ولی قفلت نباشد اون جایی که قفلت نیست عیش هنیه دیگه فرق نمیکنه این عیش ای هنی که قفلت زانیست و حالت ذکر دارد تو حال خوردن باشد یا حال عبادت باشد همه اینا میشه چی؟ ایشهنی یعنی تمام نیازهای وجودی انسان وقتی با توجه محقق بشه میشه چی؟ میشه ایشهنی آب یخ خوردن هم به این عنوان میشه چی؟ ایشهنی و الا فی نفس آب یخ خوردن یا در حقیقت قضای مطبوع و مورد اشتها خوردن این قضا فی نفس ایشهنی نیست ایشهنی یعنی حالت توجه هر کار و فعل و تذکر و تفکر که در حالت رابطه و بدون قفلت و توجه محقق بشه میشه هنی چون اون در حقیقت من اعرض انذکری ذکری فا این لهو معیشتن زنکا معیشت زنک مربوط به اوست لذا او میشه مقابلش میشه ایشه هنی که فذکرونی از کرکوم. درسته؟ پس گرونی از که یاد شما به نسبت به من یاد من رو نسبت به شما به دنبال دارد این میشه عیش هنی الذی لا یفتر صاحبه عن ان انذکری ولا ینسا نعمتی که حالا این نعمت البته اگر با اون نگاه دقیق باشه حقیقت نعمت میشه چی؟ حقیقت ولایت و سرپرستی الهی که لا ینسا نعمتی یعنی اون در حقیقت به معنای ولایت منطقه بقیه نعمت ها میشن؟ ظهورات اون مقام ولایت لذا توش همه ذکره وقتی لا ینسا نعمتی یعنی تحت ولایت من قدم بر دارد الله ولی الذین آمنو یا اولیا این ولایت وقتی شد نعمت شد ولایت که مرحوم علامه هم در المیزان میفرماد نعمت به صورت مطلق همیشه ولایته چون بقیه نعمت ها چی هستن؟ ظهورات این ولایت ها. همه سرپرستی خدا هستند یعنی هر نعمتی که برای ما میرسد حقیقت اون نعمت که به صورت ظاهری ممکنه تعام باشد ممکنه شراب باشد غذای آب باشد شراب نه حالا خم ممکنه در حقیقت از اشربه باشد یا از اطعمه باشد یا از البسه باشد یا از علم باشد یا از هر کدام از اینها باشد حقیقت همه اینها چی هستش؟ حقیقت همه اینها؟ ولایت الهی است نسبت به ما و سرپرستیه یعنی دائم خدای تعالی با نعمتاش داره با ما چیکار میکنه سرپرستی عبد رو انجام میده اگر عبد از این نعمت ها به اون ولایت منتقل شد این نعمت به طور تام اخذ شده تو وجود این اگر منتقل نشد ضایع کرده نعمت رو به هر مقداری که منتقل نشد یعنی نعمت آمده خدای تعالی با او رابطه برقرار کرده ولایتش رو برقرار کرده اما این ضایع کرده قابل قابل نبوده فائل فائله اما قابل قابل نبوده لذا میفرماید ولا ینسا نعمتی او هست این نسیان نباید بکنه اون هست این نباید قافل باشه درسته؟ قفلت و نسیان برگشت میکنه به کی؟ به عبد بر... برگشت میکنه به مخلوق و به الا از جانب خدای تعالی قفلت و نسیان هجاب معنا ندارد ولا یجهل حقی حق من که همون توحیده که همون حقیقت توحیده و رسیدن به مرتبه توحیده رو این یجهل جهل پیدا نکرده تو این اگر انسان ذاکر باشه به نعمای الهی و ولایت الهی رو ببینه حقیقت توحید محقق میشه و اگر حقیقت توحید محقق شد اعتراف کرده به حقیقت توحید اعتراف به حقیقت توحید علم به توحیده لذا یجهل حقی نسبت به حق من که همون حقیقت توحیده و الا اگر ما نعمت رو دیدیم ولی منتقل نشدیم به حقیقت توحید و ولایت این جهل به حق الهی است چون اون به صلاح نعمت شکرش محقق نشده شکر نعمت که همون رسیدن به توحیده محقق نشده لذا با جهل به حق پروردگار همراهه خیلی روایت عالی و بلند ها خیلی عظیمه خیلی عظیمه ول ولا اینو دارید م... جوری معنا بکنید که با مقام نبی ختمی در اوج معراجش که گویند م... خداست تطابق داشته باشه نبرید توی مسائل ساده هر چند مسائل ساده هم برای ما در ساموزه و باید از اونها در حقیقت نتیجه بگیریم و اونها برای ما مفیده اما منحصرش نکنیم به یه مطالب چی ساده ای چون خدا داره با پیغمبرش این گفتگو رو میکنه یطلب و رضایی فی لیلهی و نهاره این عیش هنی اون است که هر چیزی به او میرسد یطلب و رضایی فی لیلهی و نهاره در خوابیدنش و بیدار شدنش در شب و روزش یطلب و رضایی دنبال رضای منه یعنی مراقبه مراقبه در مرتبه رضایت یکی از مراتب مراقبه است که محقق میشه یطلب و رضایی فی لیلهی و نهاره اینا جز مراتب مراقبه است که جزوه ایشهنی میشه از مراتب ایشهنی خود ایشهنی چی هستش مراتب داره دیگه اینم یکی از مراتبشه و اما حیات الباقیه که فرمود ایو ایشن احنا و ایتو حیاتن ابقا چون انسان هم همه چیز رو میخواد هم غیر از اون که همه چیز رو میخواد بقا هم میخواد یعنی بقا هم جزو مطلوب های فطری انسانه انسان نسبت به هر کمالی خواهانه خواهان کماله و بقاء اون کمال رو هم میخواد لذا بقاء حیاتش که بقاء همه کمالاتش رو هم میخواد این دوتا تقاضای فطریه همون جوری که شیطان از همین دو راه بر آدم وارد شد که هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملکن لا که ملک لا میشه عیش هنی یعنی بی دردسر. یعنی اون عیشی که مانع و مزاحم نداره میشه همون چی ملکه در حقیقت لا یبلا درسته و از اون طرفش اون حیات ابقا که میشه چی حل ادل که الا شجره الخلد شجره ای که خلد و ابدیت رو برای تو به دنبال دارد که این ببینید مضمون این با اون آیات چی هستش که اون دوتا و همچنین در سوره بقر سوره اعلا میفرماید که چی خیر و ابقا درسته اه اه بله والاخرتو خیر و ابقا اخیر بودن همون در حقیقت احنا بودن در اینجاست ابقا بودن هم در حقیقت همین ابقا بودنه که اخیر یعنی خیر مطلق باشد و حنی باشد اینا برید تطابق بین آیات قرآن و همین روایاتی که در اینجا اومده و اما حیات الباقیه فهی الاتی یعملو یا فهی الذی یعملو لنفسهی حتی تهون علیه دنیا اون است که عمل میکند لنفسه لنفس کدام نفس کدام نفس نفسی که انانیت میاره و محدودیت نفسی که امر شده بهش پرهیز کنیم ازش و لا تکونو کل نسو الله فانساهم انفسهم اون انف... لا کل فانساهم انفسهم این نفسه که اگر کسی خدا رو فراموش کرد نفسش رو فراموش کرده نفسش چی هستش؟ نفس این انسان اون کمال مطلوبشه حقیقت مطلقشه که اون حقیقت مطلقش همون حقیقتی است که نفخت و فیه من روحیشه فطرتشه اون اوجشه دقت میکنید پس ما یه نفس مضموم داریم که در حقیقت اون میفرماید که ما اصابه که من حسنت فمن الله و ما صابك من سیئت ف نفسک اگر بدیه از نفس توه اگر خوبیه از خداست یعنی اون نفس در مقابل خداست درسته که بدی ها از اون منشأ میشه نشعت میگیره و خوبی ها از خدا نشعت میگیره این نفس اونی میشه که در حقیقت اینجا به ذکر نشده این نفسی که در اینجا ذکر شده نفس ممدوه که میفرماد ولا تکونو کلذین کل نسوا الله فانساهم انفسهم که فراموشی خدا فراموشی نفس انسان رو بده که من عرف نفسه او عرف ربه اگر کسی خودش رو شناخت خدا رو شناخته که این معرفت نفس معرفت رب است و فراموشی خدا فراموشی نفس است درسته لذا میفرماید که در روز قیامت هم خدای تعالی اینها میبینند که فراموش شده اند بعد اون آیات مفصلی که دیگه حالا تکرار فهی یعملو لنفسه عمل میکند لنفسه این کدام نفسه همون نفسی است که من عرف نفسه او عرف ربه درسته حتی تهونه علیه دنیا این نفس هرچه عظیمتر می شود هرچه بزرگتر می شود دنیا در برابر او کوچک می شود پس معلوم میشه چه نفسیه که هرچی این عظیم میشه تهون علیه دنیا دنیا در برابر این در چشم این حقیر میشه کوچک میشه هرچی این نفس بزرگ میشه پس این نفس معلوم میشه از دست دادن انانیت عبودیت عبد بودن این نفس یعنی عبد بودن اون نفسی است که خدا قرار داده به عنوان حقیقت انسانی به عنوان در حقیقت اون خلقت انسانی اون کلمه وجودی انسانی دقت کردید اون نفسه که عبودیت عینشه لذا میفرماد حتی تهون علیه دنیا و تسقر فی عینه این کلام که تسقر فی عینه خیلی کلام عظیمی است که و دنبالش به خصوص تعظم الاخره انده آخرت نزد او عظیم میشه دنیا در چشم او کوچک میشه چقدر تعبیر بلنده چون دیگه جای دنیا در قلب این نیست اون چه که در دل اینجا میشه در وجود اینجا میشه آخرته تعظم الاخره انده نزد او دقت میکنید نزد او نزد خلاصه چی هستش؟ اتحاده وجوده اما دنیا کوچک میشه تسقرو تسقرو فی عینه در چشمش کلام امیرمومنان علیه السلام که میفرماید که از اومل خالق فی انفسهم فسقر ما دون کفی کافی اعینهم از اومل خالق فی انفسهم خالق در جانشون عظیم میشه عظمت خالق جا میگیره و دنیا و سقر ما دون که ما سوالات در چشمشون کوچک میشود چقدر یا در حقیقت ازم الخالق اندک یسقر المخلوق چی؟ فی عینک که این دیگه خیلی از اون هم عظیمتره ازم الخالق اندک عظمت خالق نزد تو سبب است اینجا سببیته اونجا تلازم بینشون اینجا سببیته اونجا ازم الخالق و فی انفسهم فسق و رمادون از فی هم درسته تلازمه اما اینجا میگه ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی اینک اونی که سبب میشه مخلوق در چشم تو کوچک بشه عظمت خالق است این مطلب دیگه تصریح در علیته که علیت این نسبت به اون است لذا این چشم خیلی تعبیر بلنده یعنی وقتی جان دل بسته شد به یه حقیقتی در چشم کوچک میشه نه در جان کوچک بشه چون دیگه اصلا تو جان او جا نداره علقه نیست نسبت به او چون علقه باید باشه نه لذا میبینید گسستن مسائب دنیا تمام اون سختی های دنیا برای ولی الهی کوچک میشه درسته؟ چرا؟ چون اصلا تو همین روایت شریف داره فمن عمل به رضایه در حقیقت داره الزم و قبلش میفرماید که اینها وقتی به مرتبه رضا میرسن لا بالی که اسبه به یسرن ام به اسرن اصلا دیگه براشون مهم نیست که با راحتی صبح میکنن یا با سختی چرا؟ چون راحتی و سختی اون چیزیست که در چشم اینها دیده میشه نه در جان اینها بخواد قلبه و اثری بگذاره لذا میبینید که همه اینها رو به راحتی طی کنند و هیچ برای اینها دغدغه ایجاد نمیکنه خیلی عجیبه دیگه البته گفتنش ساده است گفتنش ساده است توقعش هم نمیخوایم از خدای تعالی به این راحتی خدای تعالی ظرفیتش رو بده و الا اگر بخوایم بی چی تقاضایی بکنیم بیچاره میکنه اول آدم رو ببینه که تا اهل گذافه و حرافی آدم نباشه خدای تعالی ظرفیتش رو به انسان بده و محقق بکنه و تسقر فی و تعظم الاخره انده و یوسر هوای علا هوا هوای من رو عشق من رو اراده من رو خدا میفرماید یعصر رو ایثار میکند انتخاب میکند علا هوا یعنی دیگه از خودش اراده ای ندارد میلی ندارد میل او میشه اون چی که من خواستم عشق او میشه آنچه که من مطلوبم بوده و بیان کردم و مربوط به منه یو... بله یعصر رو هوایه علا هوا و یب تقی مرزاتی انتخاب میکند مطلوبش میشه چی؟ ابتقائش میشه مرزات من ابتقاء مرزات الله که در قرآن اومده ابتقاء یا مرزا... یابتقی مرزاتی مرزات من رو و رضایت من رو و یو حق نعمتی عظیم نگه میدارد حق نعمت من رو عظیم نگه داشتن حق نعمت چیه؟ عظیم نگه داشتن حق نعمت چیه؟ رسیدن به توحیده یعنی نعمت رو که میبینه عظیم نگه داشتن نعمت یعنی اینکه از هر جزئی از هر کوچکی و بزرگی در برابر او عظیم است چون توحیدی است چون در حقیقت مرتبط است یعظم حق نعمتی هیچ چیزی در حقیقت در برابر او هیچ ای برای او کوچک نیست در کنار اینکه همه چیز رو کوچک می‌بیند کوچک دیدن او در نگاه انقطاعی و گسستشه که این رو گسسته ببینه اما همه چیز در نظر او عظیم است و یو از محق و توحید است چون مرتبط با اوست همون دعای عرفه که الهی کیف است از و فی الزلت ارکستنی و کیف لا است از و الیک نسبتنی پس هر چیزی رو وقتی گسسته میبیند او سق و رفی درسته اما وقتی پیوسته میبیند از فی مفی اینه از مفی جانه از او چون این رو چی میبینه؟ یه حقیقت مرتبطه که با خزائنش مرتبطه داره میبینه پس ببینید اگر کسی موحد شد آیا عالم در منظر او کوچک میشه و حقیقتا یا بزرگتر میشه عالم بزرگتر میشه و عظیمتر میشه چرا؟ چون عالم پیوسته است عالم رو و این منشه این الا اندنا خزائن هو و ما ننزل و الا به قدر معلوم داره میبینه این عالم رو هر جز ایشو نامتناهی میبیند منتها دل بستن به این دل بستنه به هوای الهی است یعصر هوای الله هواه یعنی چیزی در حقیقت به عنوان اون چیز دل این رو پر نمی کند هر چیزی به عنوان در حقیقت اون رابطه دل این رو پر می کند لذا اثری که او می برد نفعی که او می برد از عالم به مراتب اعظم است و غیر قابل قیاس است با نفع و لذتی که دیگران دارند درسته؟ و یعظم حق نعمتی و رو در اون مرجع و روایت آمده و یذکر علمی به یذکر علمی به نه عملی عملی به هم میشه توجیه کرد و بیان کرد عملی به یعنی اونی که من ساختم اونی که فعل من است درسته عمل من است نسبت به اون شی اما یذکر علمی به علم من رو به او که مراقبه مراقبه این با تنزیه حق تعالی سازگارتره چون نسخم اینجوریست این یذکر رو علمی به که من لذا دنبالش و یراقبونی یراقبونی به لیل و, و, و نهار که من رو در حقیقت مراقبه میکند در شب و روز لذا با شب و روز محشوره با همه اشیا محشوره اما مراقبه او رو بیشتر میکنن اشیا یا در حقیقت قفلتزا میشن براش مراقبه او رو همه چیز رو در حالت مراقبه با حق میبیند وی به لیل و نار کل او معصیه که در سیعه و معصیت پرهیز میکنه از با این مراقبه و ینقا او منتا سیعه و معصیت رو معنا بکنه تو مراتب دیگه که هر سیعه و معصیت برای ما همین خلاف امر الهی است سیعه و معصیت برای مراتب انبیا چی هستش؟ اون عدم حضور تامه که ممکنه قفلتی درش محقق بشه دقت میکنید با حفظ مراتب و ین قاقل بله حالا این دیگه اینا جزئیاتش البته تفاوت دارن البته تفاوت دارن سیه عامتره بعد میفرماید که بله دیگه میترسم بخونیم از وقت بگذره این روایت هم با این خوندن خیلی روایت شریفی است حالا ان رجوع بکنید دوستان هم بقیهش رو در جلسه بعد ان تطبیق میکنیم خیلی روایت میتونه تأثیر گذار باشه تو وجود انسان انشاالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته